این روزها وضعیت نیروهای سرکوبگر رژیم در برابر مقاومت‌های اجتماعی به شدت به هم ریخته است. بسیاری از خط و خطوط ضد مردمی که از بیت العنکبوت جماران و ارگان‌های سرکوبگر برای آنان صادر می‌شود، به دلیل برخورد با صخره مقاومت‌های اجتماعی کارایی ندارند. این را می‌توان به خوبی از صحبت‌های پاسدار احمدی مقدم که در روز 4 مرداد از تلویزیون رژیم پخش شد دریافت. سرکرده انتظامی با استیصال از مقاومت مردم در برابر تهاجمات وحشیانه نیروی انتظامی برای جلوگیری از استفاده مردم از ماهواره گفت: حالا بالاخره ببینید، طبق قانون مبارزه با تجهیزات ماهواره‌ای بالاخره یه قانون مجلس تصویب کرده، ما تکلیف داریم که به نیروی انتظامی بگن آقا تکلیف قانون تو انجام نده. خب این چیز خوبی نیست، باید برن مجلس قانون رو تغییر بدن یا یه مرجع قانونی بگم که آقا شما دیگه به شما ربطی نداره. نیروی انتظامی در برابر جرائم مشهود بدون حکم قاضی باید مداخله بکنه، در برابر جرم مشهود. این جایی که جرم علنی است و آشکاره ما باید مداخله بکنیم. خب ما به بچه‌هامون گفتیم آقا وارد واحد مسکونی نشید، یعنی حکم از قاضی گرفتید فقط برای مشاعات. خب اینا هم دست ما رو خوندن، میبره جلوی ساختمونش رو تو بالکنش پیچ میکنه. خب ما دیگه تو خونه که نمیخوام رد بشیم، دچار محدودیت میشیم. مجبور شدیم بگیم آقا برید جلوی بالا با نردبون راپل. حالا اینا بعضی ما نگفتیم راپل، ولی گفتیم این جلو رو هم تلاش کنه جمع. حالا بلکی رفیع ابتکاری به خرج داد، اونم جمع کرد. خب اینم باز نظر مسئولان نظام بود، این رفتارم موجب تخفیف ماموران ناجا میشه، اینم کار خوبی نیست. پاسدار احمدی مقدم وحشت کارگزاران رژیم از ایستادگی زنان در برابر تهاجمات مزدوران رژیم تحت عنوان بدحجابی را نیز منعکس کرد، از جمله به تهاجم یک دختر جوان به یکی از دختران معاویه در پونک تهران اشاره کرد که تبدیل به مطالبات باندهای فاشیستی رژیم از نیروی انتظامی برای سختگیری بیشتر شده است. یک ورزشکاری چاقو میخوره، این میشه مطالبه عمومی، مجلس، نماینده، مردم، مطبوعات، همه به ما حمله. الان هم اخیرا مثلا کشیده شدن چادر مثلا یه خانم ناحیه عن المنکر داریم تحقیق میکنیم، این میشه مطالبه عمومی. در آستانه ماه رمضان همگان شاهد بودیم که تمام ارگانهای نیروی انتظامی رژیم با صدور دستورات قلاز و شداد مردم را تهدید میکردند. در عمل هم هر جا توانستند طی این مدت به بهانه روزخاری به سرکوب مردم پرداختند، از جمله روز 18 تیر. خبرگزاری حکومتی مهر 18 تیر 92. پاسدار معصوم بیگی سرگرده انتظامی همدان گفت: پلیس همدان با روزخاری در ملأ عام برخورد می کند. وی تاکید کرد با کسانی که علناً اقدام به روزخاری کنند برخورد قاطع خواهد شد. دو روز قبل‌تر از آن سایت شبکه خبر تلویزیون رژیم از حبس و شلاق و مجازات روزخاری در ملأ عام خبر داد و نوشت تظاهر به روزخاری از جرائم مشهود بوده و برابر ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری امکان دستگیری متهم و حفظ دلایل جرم برای ضابطین قضایی پیش بینی شده است. پاسدار سعیدی سرکرده انتظامی ملایر هم در فردای شروع ماه رمضان گفت در ماه رمضان نیروی انتظامی با شدت با افراد روزخار در ملأ عام برخورد می کند، چرا که از نظر ما روزخاری جرم است. اما 20 روز از ماه رمضان نگذشته بود که پاسدار احمدی مقدم از شکست طرح سرکوبگرانی رژیم علیه مردم به جرم روزخاری پرده برداشت. مثلا روزخاری، من میبینم عزیزان ما که خیلی بهشون ارادت داریم، مرتب آقا روزخاری نکنید، نیروی انتظامی برخورد کن. آقا شما تو تهرانید دیگه، تهران فکر میکنید چند درصد روزه نیستن؟ 30% ما روزانه مسافر داریم، درسته؟ از اطراف میان اینجا، اینه که میتونن روزه نباشن و بخششون هم ممکنه بعضی احکام، بچه و پیر و بزرگ و مریض و کیو اینا رو همه رو کم کن، نصفی اقلا روزه نیستن دیگه. شما چند تا روزه خور در روز میبینید؟ عمدتاً هم اگه ببینید روزی شاید یه مورد اون سیگاره، بیشتر از اون نیست. بیشتر سیگار. اونم وقتی بهشون، من خودم بارها یقشون رو گرفتم آقا ببخشید حواسم نبود.
خب قفلت هم که یه کسی بگه ادعا کنه من حواسم نبود، ما باید بپذیریم از اون. میتونیم بگیم تو تعمد داری. حالا با صحبت‌های پاسدار احمدی مقدم آیا باید پرسید مژدگانا که گربه عابد شد و دست از جنایاتش برداشته، یا صخره سرسخت مقاومت مردمی این چنین او را به تضرع و استیصال کشانده است؟